هموطنان صاحب دل، احترام و تقدیم از اسد جرفین، متخصص امراض داخل از هلند. امروز خواستم که درباره چند ادویه که زندگی انسانها را دگرگون ساخت و انسان است از پرتگاه نابودی نجات داد با شما شریک بسازم، تا که شوه همی فضای کنونی فیسبوک که بسیار بورانی از همی هم دمو بین هم وطن ها تخییر کنه. در قدم اول اصلا ما هیچ امکان نداره که از دیگه دوا جز از پنیسیلین شروع کنم. اگر پنیسیلین در سال 1928 توسط فلمینگ انگلیسی کشف نمی شد، شاید ما هم امروز در برابر همی کامرا در برابرش ما قرار نمی داشتم. واقعا این انسان یک انقلاب در طب کرد و زندگی میلیون ها انسان خرید. شما فکر کنین که در دوران پیش از پنیسیلین 90% تمام اطفال که با مریضی های میکروبی شدید مواجه می شدن از بین می رفتن. می فهمن زندگی صدها عسکر در جنگ دوم جهانی توسط پنیسیلین نجات داده شد. فلمینگ در سال 1945 جایزه نوبل به خاطر کشف پنیسیلین گرفت. وقتی که از انقلابات طبی حرف میزنم، اصلا نادلانه خود بود که از روبرت کوخ، پروفیسور آلمانی که عامل توبرکلوز در سال 1882 کشف کرد، از او یاد نکنم. بدبختانه بعد از مرگش تحقیقات در مورد مرض توبرکلوز و عامل توبرکلوز یک کمی بطی شد و اولین مریضی که توسط دوا، کسی که مصاب توبرکلوز بود، این در سال 1947 توسط استرپتومیسین تداوی شد و بعدها توسط ازونیازید در سال 1952 و بعدها ریفامپیسین آمد و این انسان هم یک خدمت بسیار بزرگی را به بشریت انجام داد، به خاطر که تا هنوز هم 1.5 تا 2 میلیون انسان توبرکلوز در دنیا میکشه. از ادویه دیگی که ما باید نام ببرم او انزولین است. انزولین در سال 1952 کشف میشه و پیش از او کشف میشه و در سال 1952 برای اولین بار یک بچگه که 14 سالی کانادایی را که به مرض شکر تیپ 1 گرفتار بود بعد از او تصدیق میکنن. اگر امروز انزولین نمی بود، میلیون ها طفل و نوجوانی که به شکر تیپ 1 و کهنسالایی که به مرض شکر و احتیاج به انسولین هستند یا تلف می شدن. استفاده نرمال و وسیع از انزولین در سال 1936 بازآغاز میشه. از ادویه دیگه که باید ما نام بگیرم او کورتیکوستروید هاست که ما در افغانستان به نام کورتیزون یا هایدروکورتیزون هموطنان ما میشناسند. مثال های دیگهش پردنیزون، پردنیزولون که تابلیت هستند و امپولش متیل پردنیزولون. ای دوایی است که برای اولین بار در سال 1948 در کسایی که روماتیسم داشتن ای از استفاده شد. با تمام جوانب عوارض جانبی که کورتیکوستروید ها دارن، بسیار دوای خطرناک است، اما استفاده وسیع کورتیکوستروید ها امروز در طبابت نقش بسیار مهم و ارزنده را به این دوا دادن. شما می فهمید که با کورتیکوستروید ها سرطان تداوی میشه. کسایی که ارگان هایشان پیوند میشه باید کورتیکوستروید بگیرن. کورتیکوستروید برای استما، برای COPD، برای التهابات مزمن جهاز هاضمه
کولیتیس، مرض کرون، برای مالتیپل سکلروزیس ام اس، برای نفروتیک سیندروم که مرضی است که گرداک بار از او عدم کفایه پیدا میکنن، یا لوپوس، یا حساسیت، یا امروز تمام حملات مرض نقرس توسط کورتیکوستروید ها تداوی میشن. میفهمین وقتی که دکترها مریض تشخیص کرده ندانن و مریض در حال از دست رفتن باشه در آی سی یو و همه راه های تشخیصی و تداوی بروی دکترها بند باشن، میفهمین آخرین دوایی که دکترها با او روی میارن کورتیکوستروید هاست. همین قسم که یک مسلمان وقتی که با پرابلم مواجه میشه خدا را یاد میکنه، یا کاتولیک و مسیحی حضرت عیسی مسیح را یاد میکنه، دکترها به هر مذهبی که هستن ناگزیر هستن که از کورتیکوستروید ها به خاطر نجات مریض استفاده کنن. دوای دیگه که میخوایم براتون بگیم پاراستامول است. پاراستامول شاید برای نجات زندگی انسان نقش بسیار اساسی را بازی نکنه، اما به خاطر کاهش تب و درد و سایر پروبلمایی که انسان امروزی با او دچار است، اگر سردردی است، اگر درد عضلات است، درد مفاصل است، اگر گریپ است، اگر یک سرماخوردگی هست، باید شما از پاراستامول استفاده کنین. پاراستامول دوایی است که همگی میخوره و سالانها بارها با اینکه اسپرین قدامت تاریخی بیشتر از پاراستامول داره و حتی 200 سال قبل از میلاد مصری ها گیاه سلیسیلات که این تقریبا اسپرین است از او استفاده میکنن و 400 سال بعد از میلاد هیپوکرات چای سلیسیلات یعنی اسپرین به خاطر کاهش تب استفاده میکردن. مشوری ما ای است که پاراستامول وقتی که درد داشتین همیشه از پاراستامول شروع کنین، هیچ وقت دیکلوفناک بروفنی دوا را نگیرین. این دوا بسیار خطرناک هستند. شما میتونین مکسیمال دوز پاراستامول که 8 تابلت در یک روز میشه از او بگیرین، به خاطر از اینکه عوارض جانبیش بسیار کم نسبت به دیکلوفناک و پاراستامول و دوایی دیگه است. میفهمین دواهای دیگه که ضد درد هستن، ضد التهاب هستن، با بلاک انزایمای کوکس دو و پروستاگلندین ها که یا در حفاظت رگ ها زیاد نقش بازی میکنه، این میار یا خیر فعال میکنه، به می شکل امکانات خطرات سکته قلبی و مغزی را دوای ضد درد و ضد التهاب بالا میبره. پس واقعا پاراستامول یک رول بسیار ارزنده را در صحت ما و شما انسان را بازی میکنه. از ایبوبروفن و دکلوفناک عدم کفایی کرده تا پیدا میشه، متوجهش باشیم. دوای پنجم، دوای دهه آخر، ویتامین سنشاین، نور و درخشش آفتاب، شاه ویتامین ها، شاه دواها، ویتامین دی هست. ما از فرست طویل ویتامین دی در ویدوی قبلی یاد نکردم به خاطر که حوصله‌اش ویدیو نداشت. شما میفهمین که با خوردن ویتامین دی، وقتی که ویتامین دی تان کافی باشن، این از 50 بالا باشن، شما میتونین که مقاومت در برابر امراض بالا ببرین. حتی جلوگیری از مرض MS مالتیپل اسکلروزیس با ویتامین دی امروز ثبوت شده. چانس امراض قلبی، چانس فشار خون، چانس امراض عروقی کاهش پیدا میکنه. خطر مبتلا شدن به شکر تیپ 1 و 2 پایین میآید. حتی به خاطر گریپتان
بسیار خوب است که مثلا ویتامین دی تان در وجود کافی باشند. وضع عمومی سلامتی شما را بهتر می سازند. قوت استخوان‌های شما را زیاد می کنند. در عضلات‌های شما به عضلات‌های شما کمک می کنند. و روز حداقل 600 واحد ویتامین دی را آدم باید بگیره. و خوبترین و ارزانترین یا مفترین طریقیش اون نور آفتاب است که از او باید همیشه استفاده کنیم. ما تشکر میکنم از توجهتان. ساعت خود را حفظ کنین، ویدیو را با همتان را شریک بسازین و صفحه رسمی که به خاطر شما ما او را در فیسبوک ساختیم او را لایک کنین که ما بفهم که زحمتی که من میکشم او هدر نمیره و هموطنهای ما ویدیوهایی که ما برشان بایشان شریک میسازم و او را میبینن. تشکر. در سیانت خداوند باشین.